مرتجع این نظام ستیز بگم که مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها بساط ستم شما در همه جا بسیده خواهد شد. ای زنان رهگشای میهنان، روح‌ها ز چشمه‌های رهگذار شد روان به دشت‌های دوستان عزیز، همراهان گرامی، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های زنان نیروی تغییر در خدمت شما هستیم و امیدواریم که ما رو تا پایان همراهی کنید. اون روزی که اعتصاب قضای زندانیان در سلول‌های انفرادی معروف سگدونی یا آخر دنیا و در بند 350 زندان اوین آغاز شد، اون چه که برای دشمنان رژیم متصور نبود همین رمز و راز این شعار ما همه با هم هستیم بود. وحدت و همبستگی زندانیان در بند تونست صدای اونها رو تا اقصا نقاط جهان پرواز بده. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط طاقت فرسا و قرون وسطایی زندان، به رفتار زندانبانان و ایجاد محدودیت و مانع تراشی در ملاقات با خانواده ها از چهارشنبه 30 تیر ماه آغاز گردید. سپس اعتصاب قضای تر به اعتصاب خشک توسط تعدادی از زندانیان تبدیل شد. 7 مرداد خانواده های اعتصابیون مقابل دادستانی و دفتر رئیس دادگستری رژیم تجمع کردند، اما به جای پاسخ مزدوران انتظامی به آنها حمله کردند. با این حال مادران و خانواده ها پس از ترک دادستانی تهران در مقابل دفتر رئیس کل دادگستری تجمع کردند، چون می دانستند که آنها تنین فریاد زندانیان اسیر در آن سوی دیوارهای بلند زندان می توانند باشند. از جمله ژیلا بنی یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی، با تاکید بر اعتصاب قضای همسرش گفت برخوردهای نامناسبی در بند 350 از سوی ماموران و زندانبانان با زندانیان صورت می‌گیرد که باعث می‌شود زندانیان اعتراض کنند. تلفن‌های بند 350 را قطع کردند. تعدادی از زندانیان اعتصاب قضای تر و تعداد دیگری اعتصاب قضای خشک کردند و مسئله سلامتی آنها نگران کننده است. با ادامه اعتصاب قضای زندانیان سیاسی بند 350، خانواده‌های آنها در 10 روز اعتصاب عزیزان خود در مقابل دادستانی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کرده و با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی با باتون به خانواده‌ها حمله کرده و عکس‌های زندانیان را از دست آنها جمع کردند. مادران و خانواده‌ها پس از این حمله وحشیانه به دفتر رئیس کل دادگستری رژیم در خیابان خیام تهران رفته